خب بینندگان برگشتیم و در ادامه برنامه های به پیشواز نوروز که همه برنامه های گذشته هم در این مطلب در روی صفحه ما هست در فیسبوک و اینستاگرام و همونجوری که داریم به سمت نوروز پیش بریم و الان توی خب دوران کرونا هستیم، مرزهای پرت هم داره باز میشه کم کم و یه عده میان و دیگه به هر حال و مواظب باشیم، حالا ممکنه ما هم بگیریم خونوز، ولی به هر حال چون خب آدم که 24 ساعت خونه نیستی، آدم میره بیرون و میتونه بگیره، خیلی هم واگیره، یعنی نوع ویروس کرونا طوری هستش که با این که از همون گروه فلو و سرماخوردگی اینا هست ولی واگیرتره. ولی میخواستم از فرهاد از این سوال کنم، خب در این ایام کرونا موهای خیلی بلند شد. آخرین باری که من فرهاد رو دیدم دسامبر 2019 بود که زحمت کشیده بودن خانوادهشون خونهشون نهار دعوت بودیم و بعد آخه من توی این مدت تاسمانیا زندگی میکردم، ولی همون کمتر دیدم فرهاد و برادراشون و اینا، ولی خب موهاشون کوتاه بود اون وقت و کرونا هم هنوز شروع نشده بود، یعنی وقتی که من دیگه از پرت باز برگشتم تاسمانیا توی اخبار من اولین بار اتفاقا من اخبار دیدم. حالا از بگو از کدوم کانال توی تاسمانیا اون وقت ما از این اپل تی وی تلویزیون پارس از جی ال 20 میگرفتیم، تلویزیون ایرانی همین خانم لیلا هاشمیان که تلویزیون پارس هم خب براشون خیلی خیر و برکت داشت که یعنی خود آقای شجری توی برنامه جلوی خود لیلا خانم میگفتن که دو سه نفر از همین تلویزیون پارس عروس شدن و خیلی هم خانم زیبارویی هستن و حضورشون در تلویزیون باعث شده که خب یه خواستگار جذب بشه و ازدواج کنن و اینا و خلاصه خبر کرونا اول از ایشون شنیدن که گفته بودن که آره فلان دکتر در چین از وجود ویروس جدید خبر داد و دیگه کم کم همه صحبتشو کردن و اول که میگفتن آره توی چین مثلا دولت میگه چند صد نفره ولی چندین هزار نفر هستن و فلان و اون دکتر هم که بیچاره خودش فوت کرد، دکتری که برای اولین بار متوجه شد که این ویروس هست و زیادتر شد و اولین کیس های استرالیا خیلی هاش از ایران اومد اینجا، یعنی تاسمانیا که آقای بود که از ایران رفته بود مالزی، از مالزی ملبورن، از ملبورن به تاسمانیا و خیلی ها دیگه که از بریسبن و اینا از ایران اومدن که خب توی ایران هم متاسفانه به هر حال همه جا، یعنی واقعا همه جا الان خیلی شدید هست و اینا، ولی این کرونا که داره میاد و اینا و موهای خیلی بلند شده، حالا موهای شما هم دقیقاً یک ماه مونده به شروع کووید 19 که در دسامبر 2019 آره خونه شما بود، اون زمان موهای شما کوتاه بود ولی یه تحریشی داشتیم. خب آره گفتم خدا آره شما پیش بینیش کرده بودین و اینا بعد و دیگه خلاصه خیلی چیزا فرق کرد، حالا غیر از موهای مردم که بلند شد، مثلا قبلا کسی عدسه میکرد همین گفتن عافیت باشه، الان همین میگن زهر مار سیاه کوفت. آره خلاصه، ولی حالا دلیل این که موهای شما بلند شده چون من حالا توی اینستاگرام عکساتون رو دیده بودم، ولی الان که شما دیدم دیگه نبین بلندی. آره آیا شما چه میدونم به سمت عرفانی و صوفی و اینجور چیزا پیش رفتین که موهاتون بلند شد؟ یا به خاطر کرونا هست یا دلیلش شونه گرونه؟ به قول مادر بزرگم هر موقع تماس میگیره شما موهاتون رو با شونه کوتاه میکنید؟ یه کاسمی زدید باشه. آره آره آه درست درست نه همینجوری یه مدل جوانی این روزی هست دیگه. آره آره دوست داریم بلند باشه، چه اشکال داره؟ موهای هم چنج همیشه خوب هست، مثلا آقای ایبی هم دو سه بار قیافشون عوض کردن ولی باز در حال چنج. آره خیلی خیلی خوبه، خیلی هیچ اشکالی هم نداره و اینم یه مدلی هست به هر حال. و باز برعکس بعضی از خانم‌ها هستن مثل خانم گوگوش که همیشه موهاشون تقریبا از ته زده بود و اینا، تو ایران به مدل معروف گوگوشی معروف شده بود و بعد تو کنسرت‌های هم که در خارج داشتن اون اوایل همیشه موهاشون کوتاه کوتاه بود و همیشه از کلاویزا و اکستنشن‌های مختلف استفاده می‌کردن، ولی حالا شما که اکستنشن فکر کنم نداریم موتون اینجوری هست، ولی کلا وقتی که چیز وقتی که مثلا آقای ایبی پارسال یک سال پیش بود حتما شما دیده بودین، آره سبیل و ریششون از تخت زدن مثل زمان شاه، مثل قیافه زمان شاهش میشد و اصلا چقدر جوان‌تر شده بودن ولی بهشون نمیومد، به بعضی ها ریش میاد، حالا من بعد ریش یه دفعه ریشم بلند بشه بذارم ببینم به این میاد یا نه، ولی فکرم موها هم اگه مثل شما بلند کنم بیننده های تلویزیون هم چندین برابر بشه. اینجا خارجی ها یه ضرب المثل نمیدونم چی میگن، میگن curls gets girls.
کرلز گت گرلز. یه شردمی که دلیلاشون باشه. آه اوکی، خب کاش زودتر میگفتی. یه شاید دیگه نمیشه. آره برخاک. آره میگن حالا میگن ما هم شاید مثل همین خانم لیلا هاشمیان یه دختر خوشگل پیدا بشه. البته من که خب اونقدر چیز نیستم، اونقدر همچین قیافه سوپر مدل و اینا ندارم، ولی حالا از شوخ گذشته آقای ابی که ریششون رو زده بودن و $10,000 جمع شد برای یونیسف، یه سازمانی هست از همین سازمان ملل که رئیسش فقط ابراز نگرانی میکنه و یونیسف بعضی جا کنترل میشه، ولی شنیدم متاسفانه اون یونیسف اون بخشی که در ایران هست پولها جایی که باید خرج بشه نمیشه. ولی کلن سازمان هایی هستن قابل اطمینان، مثل سازمان چاد ادوکیت که همینجا هست که الان اسمش به قاسم فاوندیشن تغییر پیدا کرده، یا سازمان نوروز یا ورلد ویژن بسیار قابل اعتماد هست، چون شدیداً کنترل میشه هم از دولت لیبرال هم از دولت لیبر که مخالفشن، چون یکی از سران ورلد ویژن برادر آقای کاستلو هست که یکی از سران حزب لیبرال هست و هر دو حزب شدیداً حواسشون هست که این سازمان اشتباه نکنه، یا همه سازمان ها، چون توی استرالیا اینقدر سیستم مانیتورینگ قوی هست که حتی یک سنت جابجا و این برون برای دزدیده نمیشه. ولی